ببینید، من چند بار تاکید کردم این مسئله رو. ببینید، بیماری ویروس کرونا، ما چه بخوایم چه نخواهیم، به یکی از بیماری‌های ویروسی مملکت ما اضافه خواهد شد و ما باید با تغییر الگو و روش زندگیمون، روش فردی اجتماعیمون، با این ویروس مقابله بکنیم. یعنی یک همزیستی مسالمت‌آمیز باید با کووید 19 داشته باشیم. بله بله، ما حتی من پیش‌بینی خودم این هست که در پاییز با همسو شدن بیماری آنفولانزا با بیماری کووید 19 ما شاید مشکلات بیشتری رو لمس بکنیم، ولی اگر این آموزش رو ببینیم، بتونیم همزیستی با این ویروس رو یاد بگیریم و با این روش به نظر من خیلی راحت‌تر میتونیم مشکلات رو حل کنیم و با کمترین آسیب این دوره بیماری رو سپری بکنیم. خدمت عرض کنم که ما 100% تابع تصمیمات و پروتکلی که هستیم که ستاد ملی مبارزه با کرونا ابلاغ خواهد کرد و بجز اون ما در بحث مهیا کردن بستر برای تمرین این تعمیدات رو در نظر گرفتیم که رختکن و محل رفت آمد بازیکن‌ها، محل غذاخوری بازیکن‌ها، سالن بدنسازی بازیکن‌ها به صورت روزانه ضدعفونی خواهد شد، به همون شکلی که توی اسفند ما این کار رو داشتیم انجام میدادیم به همون رویه ما ادامه خواهیم داد. در بحث آموزش بازیکن‌ها، در بحث اینکه وسایل جلوگیری از انتقال ویروس مثل ماسک، دستکش به بازیکن‌ها داده بشه و آموزش داده بشه که در اکثر موارد سعی کنن که از این موارد استفاده بکنن، حتما لحاظ خواهد شد. غیر از اون ما سعی برای این داریم که یک تونل ضدعفونی کننده برای ورودی رختکن احتمالاً تهیه بشه و قبل از که بازیکن‌ها وارد رختکن بشن از این تونل ضدعفونی استفاده بکنن. و ازم به حضور شما، انجام تست‌های دوره‌ای حالا خیلی حائز اهمیت هست که ما تست‌های دوره‌ای رو برای بازیکنامون انجام بدیم که در صورتی که یک مورد مشکوکی مشاهده بشه، قبل از اینکه بتونه بقیه افراد مبتلا بکنه، تشخیص داده بشه و حالت ایزولاسیون واسه فرد مسئول و یا کادر فنی انجام بشه. من یه نکته رو باید در نظر بگیرید هممون، این رو باید بدونیم که بیماری کرونا حالا با ما هست، یعنی نمیتونیم بگیم صبر بکنیم بیماری ویروس کرونا بله. دو ما دیگه، سه ما دیگه از میان ما وقتی رفت، ما تمرینات خودمون رو شروع بکنیم. همونجور که مستحضر هستی، لیگ آلمان امروز استارت داده شده، لیگ کره جنوبی کی لیگش از هفته گذشته شروع شده، لیگ روسیه از اول تیر ماه شروع شده، ولی حالا همه اینا رو ما اگه در نظر نگیریم، ما قهرمانان آسیا رو داریم. اجازه بدید من این نکته رو فقط نخیه زره قیاس مال فارغ بود این مقایسه ای که فهمیدید. ببین، ما لیگ قهرمانان آسیا از 11 مرداد تا جایی که من اطلاع دارم، از 11 مرداد AFC دستور عمل داره که این بازیه لیگ قهرمانان آسیا انجام بشه. پس وقتی که ما قراره در این لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنیم، ما 4 تا تیم استقلال، پرسپولیس، تراکتور و پدیده باید در این رقابت‌ها شرکت کنن. پس قبل از اینکه در این رقابت‌ها شرکت کنیم، انجام تمرینات و آماده سازی واسه این بله. سری مسابقات حائز اهمیت خواهد. بسیار خب، خیلی متشکرم جناب دکتر حقیقت، پزشک محترم باشگاه پرسپولیس.